به نام خداوند پاک، درود و سلام فراوان بر تک تک شما دوستای عزیز در هر کجایی که هستین. از خداوند پاک آرزومند هستم که همه شما دارای صحت کامل باشین، صحتمندی، سلامتی و خوشنودی. همه شما دوستای عزیز آرزوی ماست، به همین آرزومندی که همه شما خوش و خوشحال هستین، برنامه امروزی مالگرا آغازگر می شویم. در ابتدا مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه: کباب داشی مرغ، گوشت مرغ نیم کیلو، لیمو 8 عدد، مرچ تازه 2 عدد، پیاز 1 عدد، سیر 4 دندانه، مسکه 30 گرام، گشنیز تازه میده شده نیم گیلاس، مرچ سیاه نیم قاشق چای خوری، مرچ سفید 1 قاشق چای خوری، زیره میده شده 1 قاشق چای خوری، نمک به قدر ضرورت. مواد لازمه سالاد روسی: بادرنگ 2 عدد، کرم سفید نیم عدد، زردک 2 عدد، پیاز 1 عدد، مرچ دلمه نیم عدد، مایونیز 1 گیلاس، کشمش سرخ 2 قاشق غذاخوری، مرچ سیاه نیم قاشق چای خوری، بوره 1 قاشق چای خوری، سرکه 1 قاشق غذاخوری، گشنیز تازه به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. از هم اولتر مکسر میاریم. مخلوط کنه. میگذاریم. اینجا یک عدد پیاز تازه است که قبلا پوست کردیم. این را خوب ریزه میکنیم. پیاز اضافه میکنیم به مخلوط کن. چهار دندانه سیر است، این را اضافه میکنیم و دو دانه مرچ تازه. این را اضافه میکنیم. اینجا یک مقدار لیمو است که 3 عدد زیره. آبش را در بین از مکسر مخلوط میکنیم. خب یک مقدار گشنیز تازه است، یک مقدار گزیره میگیریم، ریزه میکنیم. ایران بالای پیاز و مرچ تازه و سیر اضافه میکنیم. میبینین که نسبت به سابق که کباب بر شما آماده کردیم کم مختلف تر است. تقریبا 30 گرم مسکه است که مساوی با 2 قاشق نان خوری میشه. این را اضافه میکنیم. در مخلوط کن. یک قاشق زیره میده شده اضافه میکنیم. یک قاشق مرچ سفید، و نیم قاشق مرچ سیاه. چون مرچ سفید یک قاشق انداختیم، مرچ سیاه را به خاطر از اینکه خوشبوی شوه و طعمش خوبتر شوه نیم قاشق مرچ سیاه اضافه میکنیم و 2 قاشق نمک. قاشق البته خورده است. یک مقدار که کم آب داشت اضافه میکنیم به خاطر از اینکه درستری
همگیش میده شود. خب ایره روشن میکنیم. مخلوط شد. ظرف میگیریم و یک مقدار تقریبا نیم کیلو گوشت مرغ است اینا دبه نزی اضافه میکنیم. بیرم بالایش اضافه میکنیم. ببینید چه خوب یک رنگ مقبوله گرفته. پیازم هم ریزی میده شد. مسکام، سیرام، مرچ تازم. و می مسکه باعث ازی میشه که اگر داداش گوشت سینی مرغ پخته میکنیم یا گوشت مرغ نرم میمونه. خدا خشک نمیسازه. خوب بیرم مخلوط میکنیم. و شما دیدین که 4 دندان سیر، 2 دانه مرچ تازه، 1 قاشق مرچ سفید، نیم قاشق مرچ سیاه، 2 قاشق نمک و 1 قاشق هم زیره میده شده انداختین دبین زی مخلوط کردین. اینجا تقریبا 5 دانه لیمو دیگه است. ایرم توته میکنم. باز همیره توته میکنم. یک لیمو را 4 قسمت میسازیم. خب اینا را دوباره به مشقاب میمانم. خب ظرف دیگه را میگیرم که ایره داداش اضافه میکنم. خب ایره به این نزیم دازم. خب کوشش کنین که امی مواد را که آماده ساختین مکمل روی گوشت مرغ بپوشانه. این لیمو رو همینگیشه بالای زی اضافه میکنیم. وقتی میبینین دوستای عزیز که لیمو پخته میشه یک ذائقه بسیار خوب بخواد میگیره. توتی آخرش هم میمونم. ایره بداش میمونم که پخته شده. دوستای عزیز کوشش کنین که هر غذایی را که در بین داش پخته میکنین داش قبلا روشن کنین که کمی گرم شوه. به خاطر از اینکه کمی گرم شوه غذا بسیار خوب هر غذا باشه کلچه باشه خوب پخته میشه. اگه سرد باشه باز وقت در بر میگیره. دوستای عزیز کباب در بین داش موندیم پخته شوه. چون وقت دارم یک سالات هم بر شما آماده میکنم که بسیار یک سالات مزه‌دار و بسیار مفید آماده میشه و شما کوشش کنین که به این طریق سالات را آماده کنین و نوشجان کنین. ظرف میگیریم. به اندازه یک گلاس مایونیز است ایره به بین ظرف دیگه مندازیم. یک قاشق نمک اضافه میکنیم. به خاطر از اینکه طعمش بسیار خوشمزه شوه نیم قاشق مرچ سیاه میندازم. یک قاشق بوره. بوره را به خاطر میندازم که بسیار ذائقه خوبش میسازه چاشنیدار میشه. در سابقه همیشه مردم کوشش میکردن که غذاهای چاشنیدار بخورن اما حالا این جوان ها بسیار غذاهای چاشنیدار خوش نداره. یک قاشق سرکه اضافه میکنم. سرکه سفید البته. ایره مخلوط میکنم. بوره، نمک و مرچ سیاه، سرکه و مایونیز.
کره میده شده ایران دوینش اضافه میکنیم. پیازم که قبلا نیده شستیم و میده کردیم. دو قاشق کشمش است که قبلا شستیم ایرام اضافه میکنیم. وقتی که سالات شما نوشیجان کنین بود یگان دانه کشمش امت شیرین شیرین بدان تان میای بسیار خوشمزه معلوم میشه. اینجا یک عدد مرچ دولم است. ایرام به شکل خلال زردک خورد خورد ریزه میکنیم. البته نصف چه میگیرم یک دانه بسیار زیاد است. نصف زی مرچ دولم رو میگیریم. خوب نازک نازک کرده به شکل خلال زردک ریزه کنیم. مرچ دلمام ریزه شد. ایرام اضافه میکنم بالای زردک، کره، ماینیز، سرکه و کشمش پیاز. ایرام مخلوط میکنم. میبینید که این رنگ سبز به نتیجه چقدر مقبول مولی میشه. این مخلوط شد. ظرف میگیریم برای کشیدنش. و یک کاسه دیگره. کیر قبلا امرای روغن زیتون بسیار کم بسیار معمولی چرب کردیم. سالات دوینش اضافه میکنم به خاطر از اینکه منظم تر بیه از او خاطر به زهر دیگه ای اضافه میکنم. ایره امرای قاشق کمک فشار بدید که خب در بین کاسه منظم شود بغلاش خالیگاه نداشته باشه. ایره باز آیسته کرده در بین ظرف دیگه ایره خالی میکنه. اینجا بادرنگی قبلا بر شما گفتیم کیره ورق ورق نازک کردیم ده هاب نمک کیره ترک دماندیم که نرم شوه. بادرنگم به این شکل میچینیم. روی سالات مکمل میپوشنه و بسیار مقبول معلوم میشه. کوشش کنین که آبشار مکمل بریزنین که با سالات نرم میسازه. دانی آخریشو میمونیم. اینجا مقدار گشنیز تازه است که چند برگکش میگیریم. به خاطر که بسیار مقبول مولی میشود از چند برگ گشنیزم استفاده میکنیم. و شما بینین دوستای عزیز که چقدر مقبول معلوم میشه. میگه ها بس روی کاسه خورده میشه. همین مطلبه سابق که بود واقعا گپای حقیقت است. گشنیزه موندم. یک دونه بانجوری میره قبلا اش ترک کردیم. ایرم دم قسمت وسط ازی میمونم. و یک دونه نوش پیازم قبلا ریزه کردیم. در بین هاپ ماندیم که خود باز بسازم. ایرم در قسمت وسط ازی. دوست عزیز سالات آماده شد و از کباب خبر میگیریم. با اون قسمی که میخواستیم کبابم آماده شده. ایرم یک ظرف میگیریم و میکشیم.
ببینید دوستان عزیز، اما مقدار مسکری که دبای نزی اضافه کرده بودیم باعث زمین شده که گوشت مرغ خشک نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. و لیمیوم همگیش پخته شده. مکمل خلاص شد. دوستای عزیز، ای بود کباب دوشی مرغ و هی هم سالاد. خدا کنه که مورد پسند شما دوستای عزیز هم قرار گرفته باشه و شما هم بتونید در خانه‌تون آماده کنین و نوش جان کنین.